بنفشه صبحدم افسرد و بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش بیگه از چمن آزرد و زود روی نهفت. جواب داد که ما زود رفتنی بودیم. جواب داد که ما زود رفتنی بودیم، چرا که زود فسرد آن گلی که زود شکفت. کنون شکسته و هنگام شام خاک رهیم، تو خود مرا سحر از طرف باغ خواهی رفت. غم شکستگی هم نیست، غم شکستگی هم نیست، زان که دایه دهر به روز طفلی هم از روزگار پیری گفت. به جرم یک دو سباهی نشستن در باغ، هزار قرن در آغوش خاک باید خفت. به جرم یک دو سباهی نشستن در باغ، هزار قرن در آغوش خاک باید خفت. خوشان کسی که چو گل یک دو شب به گلشن عمر نخفت و شب رو به ایام هرچه گفت شنفت. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران، برنامه در گذر تاریخ، در گذرگاه تاریخ رو که در روزهای چهارشنبه در چارچوب دین و حکومت در تاریخ ایران انجام میشه، از تلویزیون پارس می آغازم. چامه‌ای رو که در آغاز برنامه شنیدید از پروین اعتصامی بود، زن فیلسوف و چامه سرایی که دژخیم اجل زمان بهش نداد تا آنچه که نبوغ در مغز دارد و در سینه دارد بر روی کاغذ بیاورد، و در فروردین 1320 در حالی که اندکی از 20 سال زندگیش گذشته بود درگذشت. اگر این زن زنده بود تا 60-70 سالگی، یکی از نوابق چامه‌سرایی ایران بود، فیلسوفی بزرگ بود. به هر روی این زن چامه‌سرای، زن فیلسوف و زن دانشور، مایه افتخار و سرافرازی نه تنها زنان که زنان و مردان ایرانه. امروز 24مین بخش از زنجیره گفتارهای دین و حکومت در تاریخ ایران رو خواهم گفت. امروز چهارشنبه 20 جولای 2011 است، برابر با گویا 29 تیر ماه 1390. در برنامه‌های پیش درباره فرمانروایی‌هایی که در ایران بودن از زمان هخامنشیان تا قاجار و حتی تا زمان پهلوی بررسی‌هایی کردیم و خواهیم کرد، و دانستیم که چه فرمانروایی‌هایی بیشتر دینی و کمتر قانونی هستند و چه فرمانروایی‌هایی بیشتر قانونی و کمتر دینی. ولی به هر روی از پس از اسلام، به ویژه از زمان صفویان، چنان این فرمانروایی‌های ایران زیر چنگال مهیب و خونریز آخوند قرار گرفتن که در هیچ یک از دوره‌ها ما نمی‌بینیم که واقعاً آخوندها این ملت رو رها کرده باشند و سنگ پیش پای پیش رفته ها نباشند. و در پایان دوران صفویان، یعنی از میانه دوران صفویان، این دستاندازی و تجاوز آخوند به اجتماع ایرانی روز به روز گسترش یافت و در زمان قاجاریان به بالاترین رده خود رسید و
این کار رو دنبال کردن و بدبختانه شاهان ما دست بسته تسلیم اونها بودن، به جز اینکه اندکی، نه کاملا، اندکی در زمان رضا شاه و ضمناً در زمان نادرشاه جلوی اینها گرفته شد. همونطور که گفتم بارها و بارها ما این حقیقت جامعه شناسی رو در اینجا بررسی کردیم که هر اندازه یک حکومت در یک سرزمین بیشتر به سوی دین بره، یعنی بیشتر به سوی حکومت دینی بره، بیشتر تابع دستورات دینی باشه، به همون اندازه اون حکومت و اون فرمان روایی خشن، بیقانون، بیرحم، بلبشو و ضد مردمیست. دلیلش بسیار روشنه، دلیل جامعه شناسیش، برای اینکه ملا در اونجا حکومت میکنه، ملا قوانین دینی رو میخواد اجرا کنه که به قول خودش تغییر ناپذیرن ولی تفسیر پذیرن به نفع اونها، هر جا دلشون بخواد به سود خودشون باشه قانون رو تفسیر میکنن، و هر جا دلشون نخواد میگن قانون تغییر ناپذیره، قانون اسلام است. اینها تو نزدل و من الله آمده، اینا از طرف خدا آمده، مگه میشه عوضش کرد؟ ولی هر زمانی که بخوان با یه تفسیر اون رو مطابق دلخواهشون عوض میکنن. بنابراین کجای این حکومت مردمی باشه؟ کجای این حکومت میتونه قانونی باشه؟ شما الان در ایران نمونه ای رو فراوان میبینید، فراوان میبینید. شما به من بگید از این جنایاتی که درباره دانشجویان، درباره مردم شد، چه در زمان گذشته در موقعی که آقای خاتمی بود، چه پیش از اون، چه در اونجایی که بت بزرگ روح الله خمینی بود و اصلا به صراحت دستور کشتار داد بدون وجود دادگاه، چه حالا اونجایی که به خوابگاه دانشجویان ریختن و اونها رو از اونجا با سر به زمین زدن، تقدیم کردن به ائمه اطهار، اونجایی که در کهریزک کار رو به افتضاح و به پلیدی کشانیدن و کار به جایی رسید که دیگه بت بزرگ هم، خامنه ای هم گفت خلاف استاندارد بوده. استاندارد چه مردک؟ خلاف انسانیت بوده. اونجایی که فروهرها رو کشتن، اونجایی که دیگر مردان ایرانی رو کشتن، همه اینها، آیا یکی از این جنایتکاران رو شما دیدید مجازات شه؟ هیچ کدوم. زهرای کاظمی رو، خبرنگار رو کشت، بعد دختر آقای مهندس صحابی رو کشت، بعد این آقای روزنامه‌نگار ما رو که به تازگی در زندان کشته شده کشتم. از بیمارستان داشتنی به خاطر قلبش بوده آدمایش، از بیمارستان داشتن یا بودن زندان، مأمور نگهبان اون چنان او رو زده که در زندان سکته کرده. کدوم اینها رو اینها مجازات کردن؟ یکیشون رو نام ببرن، اما یک آفتوب دوز رو فوری دستشو میبرن. اینه حکومت دینی، یعنی این. در چنین حکومتی دگراندیش مذهبی نه امنیت جانی داره، نه امنیت مالی داره، نه امنیت اجتماعی داره، نه امنیت حقوقی داره، نه خانوادش در ایمنی هستن، نه زن و بچه و کودکش هستن. دانشجویان بهایی و غیر مسلمان رو از دانشگاه اخراج میکنن. چرا؟ مگه این دانشجو ایرانی نیست؟ حالا ما امروز میرسیم، ما دگراندیش وقتی در اینجا میگیم یعنی دگراندیش مذهبی، وگرنه فلان لات چاقوکشی که در سر گذر میاد و باج میگیره و دولت باهاش میجنگه، اون که دگراندیش نیست که، اون عضوی از اجتماع نیست که. اونی که عضوی از اجتماع، اندامی از پیکر اجتماع، دگراندیش مذهبیه، زرتشتیه، باشه،
مسیحیه باشه، یهودیه باشه، بهاییه باشه، بیدینه باشه، بخشی از اجتماع ایران رو ساخته. یکی دوتا هم که نیستن که، پیروان هر گروه هر دینی هم زیاده. فرق داره با اون لات چاقوکش، اون امنیت ملی رو از بین میبره. اون وقت آخوندا اون لات چاقوکش رو دوستش دارن چون احمقه و میتونه بهش بگه برو فلان کس رو بکش میری تو بهش. ولی یه دیگر اندیشه مذهبی رو حتی پروفسور هم باشه دوست نداره، برای که دکان خودش رو تخته میبینه. بنابراین وقتی ما در اینجا میگیم دیگر اندیشان، بعضی تلفن نکنم بگن آخو اون چاقوکش هم دیگر اندیش، اون نه اون دیگر اندیش نی، اون لا اله الا اللهش هم میگه، آخوندم کیف هم میکنه ولی آدمش هم میکشه، باجش هم میگیره. به هر روی این حقیقت جامعه شناسی رو من بارها گفتم که یک حکومت در یک سرزمین هر اندازه بیشتر به طرف دینی بره، بیشتر به طرف بیقانونی، هرج و مرج، بلبشویی و نامردمی و شکنجه و فشار به دیگر اندیشان مذهبی میره. این ناهنجاری ها رو ما در دوران صفویان و قاجاریان به خوبی میدیم. من در اینجا در امروز نمونه هایی برای شما میارم از نفوذ شاهان، از نفوذ ملاها بر شاهان، از نفوذ ملاها بر شاهان. بدرفتاری مذهبیون با دیگر اندیشان مذهبی و فرق نمی‌کنه مسیحی، یهودی یا هرچی، و به ویژه تا قبل از پدید آمدن بهائیان با یهودیان به علت حوادثی که در صدر اسلام در مدینه و اینها رخ داد، آخوندها جنسن میخوان با یهودی ها بیشتر خشونت به خرج بدن و دنبال آدم های ابلهی مثل همون لات ها و ارازل و اوباش اینها میگردن. حالا اسم بسیجی روش گذاشتن، اسم لباس شخصی ها روش گذاشتن، اینا همون اوباش هن. اینا همونان که بهشون حالا نمیدونم انقدر ارزش پول کم شده که $1,000 میشه تازه مثلا یه تومن، هزار تومن میشه یه تومن، $1,000 تومن، $2,000 تومن، $5,000 تومن بهش بدی آدم میکشه. اینا که اینا رو نمیشه بهشون گفت دگراندیش. اونی که دگراندیشه اون خطری برای جامعه نداره، اون خودش بخشی از جامعه است. ما چند ده هزار یهودی داریم که متخصص کارشناس اقتصادی هم. چقدر شما دیگر اندیش مذهبی مسیحی دارید که راننده های تاکسی هم، راننده های اتوبوس هم، جان میکنن، عرق میریزن، مکانیک هم، تمام اینها هستن. شما چقدر استاد دانشگاه باهایی سراغ دارید؟ خیلی. این از پیش هستن. الان وقت به یک جوان باهایی اجازه نمیده بره درس بخونه. به سنی ها میگن نماز آدینه مجوز بگیرید و بیایید. شما وقاحت رو ببینید. اینه میگن حکومت دینی. در وقتی که شاه عباس، چون از اون زمان آخوندها پر در آوردن و بال و پر گشودند، بنابراین اونجا اون روز شوم یا اون سالهای شوم رو ما آغاز گستاخی و گسترش نفوذ آخوند میدونیم. شاه عباس به ویژه زمانی که با آخوند که خیلی خوب بود، زمانی که در جنگ با عثمانی ها شکست خورد و تبریز رو از دست داد، به این فکر افتاد، یعنی بعد این یعنی واپس نشست، به این فکر افتاد که با یک متحد نیرومند اروپایی هم دست بشه و به نیروی او تکیه داشته باشه. در این مورد به اسپانیا نگاه کرد. چرا؟ برای اینکه در همون موقع دادگاه‌های بیرحم تفتیش عقاید، یعنی دادگاه‌های بیرحم ملاهای مذهبی یعنی کشیش‌ها، ملاهای ترسا یعنی کشیش‌ها، این دادگاه‌ها رو درست کرده بودن و در اسپانیا بیداد می‌کردن در این زمینه. روزانه ده‌ها شاید صدها نفر رو یا به دست گیوتین می‌سپردن
یا در آتش می سوزوندن یا در به دار می زدن و یا در آتش، همونطور که گفتم در آتش می سوزوندن. و شاه عباس پیش خودش گفت خب من اگر با اسپانیا همدست بشم و همونطور که الان اونا دارن کشتاری میکنن در این کشور خودشون با دیگر اندیش‌های مسیحی، من این کار رو در ایران هم به نوعی دیگر شتاب بدم، میتونم راه‌های همبستگی با اسپانیا رو پیدا کنم و تکیه کنم به نیروی این کشور. اون زمان البته اسپانیا نیرومند بود، خیلی نیرومندتر از امروز بود. و برای این کار نمایندگانی رو به اروپا، یعنی به بیشتر به همون اسپانیا فرستاد، گسیل داد. چندی بعد به شاه خبر دادند که نخستین گروه از فرستادگان پادشاه اسپانیا به دربار ایران میاد، اینها از مرز گذشتند و در راه رسیدن به حضور شاه هستند. سرپرستان این گروه کوچک دو تن کشیش به نامهای آلفونسو کوردررو، آلفونسو کوردررو و نیکولو دیملو بودند که آلفونسو از فرقه مسیحی دومینیکن بود و نیکولو دیملو از فرقه مسیحی فرانسیس بود. دو کشیش و همراهانشون در سال 1598، حالا بگیم برای اینکه سرراستش کنیم، در سال 1600 با پیشواز شایسته ای از طرف گروه نظامیان یا قزلباش‌های شاه عباس روبرو شدند و به پیشگاه شاه راه یافتند. 1600 یعنی الان ما 2011 هستیم، پس در حدود 411-12 سال پیش بوده و برابر میشه با 977 خورشیدی و 1006 قمری. هنگامی که این گروه یاد شده از کالسکه های ویژه خودشون پیاده شدند تا به درون دربار برند و به تالار پذیرایی فرستادگان اروپایی برسند و شرفیاب بشند، قزلباش های نیرومند و بلند بالایی با سرهای تراشیده و سینه های ستر در دو سوی این خیابانی که اینها را به کاخ میرسوند ایستاده بودند و کشیشان از میان اینها میگذشتند. آلفونسو کوردررو و نیکول دیملو بالاخره به حضور شاه میرسند. شاه نگاهی به اونها میکنه، شاه عباس البته، بعد از اندکی خاموشی. حالا ببینید، برای اینکه دل آخوند رو خوش کنه، حالا بعد میرسه به اینکه تمام پرسش هایی رو که کرده بود دلیل داشت که از اینا پرسش کرده، آبروی یک ملتی رو میریزه. بدبختانه شاهان ما اکثر انقدر پرت بودن از مسائل جهانی، پرسش هایی رو که از فرستادگان میکردند انقدر موهن، شرماور و بچگانه و احمقانه بود که وقتی در تاریخ آدم میخونه عرق شرم بر پیشانش مینشینه. فتلی ها به نماینده ناپلئون میگه آیا ناپلئون رو ختنه کردن؟ مترجم خجالت میکشه این رو تفسیر کنه و ترجمه کنه. بعد فتلیشا نهیب میزنه بهش، میگه ترجمه کن. وقتی ترجمه میکنه ژنرال گاردن تعجب میکنه، این چه پرسشیش که پادشاه یک کشور داره میکنه. بعد میگه نه، میگه اگر نه که ما با آدمی که نجسه و خط نکردن که نمیام همدست بشیم. ها یه آخوند اون بالا نشسته، شاه نیست، آدمی که 10-20 آخوند دور برش گرفتن و براش زن صیغه میکنن، این دیگه خودش یه طلبه است، از این جوجه آخونده است. ما از اینا زیاد داریم. وقتی ناصرالدین شاه رفت به اروپا، رسید به امپراتور آلمان، اومده بود پیشوازش، فکر کرد شاه ایرانه، خب کشور با فرهنگ اینا. بعد همسر امپراتور هم امپراتور آلمان هم باهاش بود. بعد ناصرالدین شاه به زبان فارسی از مترجم میپرسه، بدون اینکه اون بفهمه، میگه این زن، این کی همراه امپراتور؟ مترجم میگه این زنشه قربان.
میگه امپراتور آلمان به این عظمت یه زن داره اونم به این بیریختی؟ حالا خیال میکرد زنهای خودش خیلی خوشگلن که 5 کیلو قبقب داشتن 50 کیلو سرین و شکم، خیال میکرد اونا بهترین زنها هستن، خیال میکرد 80 تا زن داشته باشه خوبه. شاه عباس هم همینطور. حالا پرسش و پاسخی که شاه عباس با 2 تا نماینده کشوری که در اونجا الان دارن مخالفین دینی رو میکشن و شاه عباس به همین دلیل رو به اسپانیا اومده، برای اینکه بتونه به این دلیل که اونم مخالف عقیدت‌های دینی هست و دگراندیش‌های دینی، بنابراین بتونه با در یک نقطه با اسپانیا همدم بشه. اما حواسش این بود که اونی که آخوند یادش داده یه وقت تخطی نکنه، چون اینم آخوند بود. شما دیدید پادشاهان صفوی تاج سرشون، یعنی کلاه تاج سرشون نمیذاشتن، همه این شاهان صفوی عمامه سرشون بود، تاج رو روی عمامه میذاشتن. یک شاه صفوی رو شما نمیتونید پیدا کنید عکسش عمامه سرش نباشه، برای که آخوند بوده. حالا گردش روزگار این رسو با شاهی که دستور میده 2 تا اسب یراق کرده آماده توی استبل شاهی شب و روز آماده باشن که اگر امام زمان ظهور کرد خودش و معاونش بی اسب نمونن، این آخونده، این شاه نیست. به هر روی وقتی این 2 کشیش میرسن و گرامی داشته شایسته رو در برابر شاه اجرا میکنند، شاه بعد از مدتی خاموشی که خوب برانداز کرد اینها رو و سکوتی در تالار فرا گرفته بود تالار رو، از نیکولو میپرسه که شما از کجا میایید؟ البته میدونسته که از اسپانیا میان، اینو خبردار بوده، میدونسته اینا اسپانیایی هن، ولی اینا از اسپانیایی هایی بودن که رفته بودن از راه ایتالیا اومده بودن و خب کشیش هم بودن، بنابراین پیرو پاپ هم بودن. میپرسه شما از کدام کشور میایید و چه کشورهایی رو دیدید؟ کشیش پاسخ میده که ما رو جناب پاپ، پاپ بزرگ به عنوان نیابت و نماینده ویژه خودش به کشورهای خاوری به ویژه به کشور شما و به حضور شما فرستاده. شاه میپرسه پاپ یعنی چی؟ میدونسته معنیش رو آخوند بهش یاد داده، گفته به اینه بگو. حالا میرسیم به اونجایی که معلوم میشه این دست گلا رو چرا آب میده. میپرسه پاپ چه معنا میده؟ نیکولو پاسخ میده که پاپ در این جهان جانشین حضرت عیسی است و گناهان مردم را میبخشاید. شاه عباس میپرسه بر این پایه پاپ باید خیلی پیر باشد، چون از زمان حضرت عیسی تا امروز زنده مونده. نیکولو میگه نه اعلی حضرت، چنین نیست. از دوران عیسی مسیح تا امروز پاپ‌های بسیاری یکی بعد از دیگری جانشین به جای یکدیگر نشستن، بنابراین همون پاپ زمان حضرت عیسی نیست. شاه عباس که باز خودش به سادگی زده بوده میگه پس معلوم میشه که پاپ‌ها هم مانند ما از نوع بشرن و در ایتالیا یا شهر روم زاده شدن. نیکولو میگه حتما نباید در ایتالیا زاده شده باشند، در هر جای جهان میشه، ولی بله از ما مثل ما از نوع بشر هستند. شاه میگه آیا تا کنون این پاپ ها با خداوند و یا با عیسی سخن گفتند؟ نیکولو میگه نه قربان. شاه میگه پس چطور میتونن گناهان مردم رو ببخشن؟ من معتقد نیستم که کسی جز خداوند بتواند گناهان مردم رو ببخش، ولی درباره حضرت عیسی باور دارم که او پیامبری بزرگ بوده، البته او هم میتواند گناهان مردم را ببخشاید و در کتاب ها خواندم که ایشان معجزاتی هم داشته است، بر روی آب راه میرفته، نفس او مرده ها را زنده میکرده، جای شکار ماهی ها را به ماهیگیران نشان میداده. همچنین خواندم که
پدرش مشخص نیست و نامعلوم است و مادرش را نفس فرشته‌ای که از آسمان از طرف خدا آمده آبستن کرده است و از داستان به چلیپا کشیدنش نیز آگاهم. به همین دلیل اینجا اون ضربه‌ای که آخوند میخواد بزنه، به همین دلیل از قوم یهود بیزارم. چرا اینه میگه؟ برای اینکه خب میدونید که در داستان تاریخ ها آمده که یهودیان باعث مرگ عیسی شدن، حالا اونطور که در تاریخ ها آمده، و این همه این صغرا کبراها رو چی؟ برای اینکه آخر سرش بگه من به چه دلیل مخالف یهودی هستم و اصلاً مسیحیت رو درست نمیشناسم. کسی که ندونه پاپ چند سال پاپه، کسی که ندونه پاپ جانشین عیساست، کسی که ندونه چندین پاپ بزرگ بوده، معلومه که اونم اطلاعی نداره. اینو خواسته به اینها نشون بده. کشیش نیکولو خاموش میمونه در برابر این همه پرت و پلا، خب ناگزیر چیزی بگه و دیگه چیزی نمیگه. بعد شاه از آلفونسو چند تا سوال میکنه و میگه چطور میشه مثلا یک آدمی میتونه روی آب راه بره، که میگه اینو جواب میدن که آدم معمولی نمیتونه این کار بکنه. به هر حال از این سوال من این بخش از تاریخ رو برای شما بینندگان ارجمند آوردم تا بدونید که ملاها و آخوندها تا چه پایه در اندیشه های شاهان نفوذ داشتن. در یکی دو کتاب من خوندم که شب پیش از دیدار شاه با آلفونسو و نیکولو، این نمایندگانی که از طرف اسپانیا آمده بودن، شاه یک نشست محرمانه‌ای با تنی چند از ملاها و آخوندها داشت و اونها بهش فهمون بودند و آموخته بودند که چنین گفتگویی با اونها بکن، چون هم به صورت بسیار نرمی به کیش عیسی تاخته و هم تکلیف خودش رو با یهودیان روشن کرد. به گفته دیگر هر زمان که کشور ما یا شاهان کشور ما، بعضی وقتا خب اونا به هر حال شغلشون آخوندی نبود، آخوندی فکر میکردن، پادشاهان کشور ما میان تو فکر افتاده بودن که با اروپا ارتباطی برقرار کنن، یا اروپاییان میدیدن کشور گسترده ایست در این بر، میخواستن با ایران ارتباط برقرار کنن، هر زمان که ما نزدیک بود این کار رو بکنیم به وسیله شاهانمون، آخونده اومدن جلو رو گرفتن و سنگ راه شدن. چرا؟ برای اینکه وقتی با اروپایی ها در تماس میشن، اون وقت ناگزیرن تمدن اونها، شیوه حکومتی اونها، روشنبینی اونها، آزادی اونها، اینها رو هم بیارن با خودشون به ایران، و اون وقت این مخالف کار آخوند بود. آخوندی که با مدرسه دخترونه مخالفه، آخوندی که ترن رو بگه این اژدهاست و این شیطانه داره حرکت میکنه، آخوندی که تلفن رو میگه صدای شیطان از توش میاد، از در آغاز آخوند با هر چیز نوعی مخالف بود. بنابراین چطور میذاره شاهان برن با اروپایی ارتباط برقرار کنن؟ همیشه جلو رو گرفتن. در زمان جهاد با روس‌ها هم آخوندها دادن بخش بزرگی از کشور ما از دستمون رفت. اون وقت تمام اینها رو جلوشو میگفتن، فقط یک کشور اشکال نداشتن نظر آخوند، انگلستان. انگلستان بیاد، اون خوبه. به هر روی نفوذ این دستاربندان در اندیشه و رفتار شاه عباس، که شاه عباس بدون یکم قدرت ترین و بیرحم ترین پادشاهان ایران بوده، باعث میشه که این دگراندیشان در یک محیط خفقان آور و هراس‌انگیزی به سر ببرن و در این میانه یهودیان رو عرصه رو براشون تنگتر از مسیحیان کردن، زیرا برخورد با مسیحیان به انگیزه اینکه شاه میخواست با اروپاییان یک دست زد و بندی داشته باشه و ارتباط داشته باشه نرمتر بود، اما رفتارش با مسیحی و یهودیان و کشی و زرتشتیان چندان جالب نبود. نمونه دیگری رو من براتون میارم، ولی از آقای وارتان خواهش میکنم قبل از این آگهی رو پخش بکنن من نمونه دوم رو بیارم. بله بینندگان عزیز، من
به مورد دیگه میپردازم، چون میدونید این خاورشناسانی که یا جهانگردانی که کارشون جهانگردی و خاورشناسی بود، زمانی که به کشور ما میومدن یا به ترکیه میرفتن یا در همین مسیر میگشتن، بسیار تیزبینانه و موشکافانه نگاه میکردن به وضع اجتماعی ایران. یکی از اینا ژان باتیست تاورنی است، معروف تاورنیه. می نویسه شاه عباس که سخت زیر چیرگی مذهبیون مسلمان بود، با یهودیان میانه خوبی نداشت و همواره به دیده حقارت و بدبینی به آنها می نگریست و دستور داده بود که یهودیان در اصفهان و شهرهای بزرگ در کویها و برزنهای جداگانه ای از شهر زندگی کنن، که اینو ما گواه بودیم دیگه تا این 50 سال پیش، بله، که اینا رو جدا میکردن. ملت ایران رو، جالبه، ملت ایران رو جدا میکردن. یه باز خاطره یادم افتاد، آقای کسروی، ببخشید، آقای فلسفی نماینده حاج آقا حسین بروجردی، مجتهد بزرگ بود در ارتباط با دولت و شاه. اصلا آقای بروجردی چی کار است که در مسائل مملکتی رابط داشته باشه اونم آدم کثیفی مثل فلسفی رو، که این آدم بیاد با شاه صحبت کنه، دستور بده، راهنمایی بکنه، با دولت صحبت کنه. تمام نخست وزیرای ما هم یه آدمهای میرزا بنویس اعلیحضرت بودن و نوکران چیز آقای بروجردی، برای اینکه یه چند روزی نخست وزیر باشن و برن راحت چند دردسر نمیخواستن. فقط یه مصدق بود که اون اجازه نمیداد که حتی کاشانی که یک آخوند سیاسی بود به اصطلاح بخواد دخالت تو کار بود. گفت تو اگر آمدی با این نهضت همراه هستی، وظیفت بوده، اما حق دیگه نداری دیگه. تو خیال نکن که اینجا صاحب آب و ملک شدی و حق آب و گل داری به من دستور بدی وزیر کشور تو اینو بذار، به تو مربوط نیست. به همین دلیل بینشون به هم خورد. به هر روی، آقای آخوند فلسفی در کتاب خودش، در خاطرات خودش می نویسه من از طرف آقای حاج آقا حسین بروجردی مأمور شدم رفتم پیش آقای دکتر مصدق. ایشون هم تو که روی تخت خوابیده بودن من رو پذیرفتن و اندکی که با هم صحبت کردیم، بعد من گفتم که حضرت آیت الله بروجردی اندکی ناراحت هستن. مصدق پرسید چرا ناراحتن؟ گفت به عرضشون رسوندم که چون شما خیلی مدارا می کنید با بهائیان و به اینها میدان میدید. مصدق گفته بود چه کار می کنم؟ چی کار کردم که شما میگید؟ مثلا شما اجازه میدید که اینا در مقام های بالا هم پست داشته باشن، یا مثلا در ارتش تا یه مقامی برن بالا اینا. و ایشون آقای فلسفی نوشته وقتی این سخن رو مصدق شنید قاه قاه خندید، گفت مرد حسابی، اینا ایرانی هن. من چطوری جلوی ایرانی رو بگیرم بگم تو حق نداری فلان جا بری فلان پست داشته باشی فلان مقام داشته باشی؟ من که حق شهروندی اینا رو نمیتونم ازشون بگیرم. اینو آقای فلسفی نوشته. ای کاش همه جلوی آخوندها اینطور میایستادن. به هر روی، به سفرنامه ژان باتیست تاورنیه میپردازم. مینویسه شاه عباس سخت سیر چیرگی آخوندها و مذهبیون مسلمان و شیعه بود و با یهودیان میونه خوبی نداشت و دستور داده بود که در هر شهری و به ویژه در اصفهان محله مخصوصی رو برای اینها بگذارن و در همون جا اینها زندگی کنن. چرا؟ معلوم نیست. حق سکنا رو از یه ایرانی میگیرن. و همچنین مشتی اراذل و اوباش و لات و چاوکش و باجگیر، اینا همیشه این گروه های دگراندیش مذهبی زیر حمله این یک مش چاقوکش و باجگیر و لاد و نمیدونم اراذل قرار داشتن. نه خودشون امنیت داشتن نه خانوادهشون، و همه اینا هم زیر نظر ملاها بودن، یعنی ملاهای ارتش در حقیقت داشتن. منتها ارتش که لباس نظامی نداشت،
ولی تابع اونها بودن. بر روی نه خانواده اینها در امان بودن نه خودشون. میریم میپردازیم به یک خاورشناس دیگه‌ای به نام پیر دلاواله ایتالیا. این 6 سال این پیر یا پیترو، ایتالیایی میگفتن پیترو، دلاواله ایتالیایی 6 سال در ایران زندگی میکرده. او عیناً در سفرنامه‌اش چنین می‌نویسه، من عین سفرنامه اون رو براتون میخونم در بخشش، البته میگه در ماه نوامبر 1619 ترسایی یعنی 998 خورشیدی به دستور روحانیون و ملاها 4 تن یهودی در ایران در دادگاه دینی محاکمه و به مرگ محکوم شدن. این دادگاه دینی یعنی چی؟ اصلا معنی داره در یک کشوری دادگاه دینی برگزار شه و شده در 998، درست زمان شاه عباس ها، به مرگ محکوم شدن. شاه عباس به جای آن که از این بیدادگری پیشگیری کنه، بگه آقا دادگاه دینی یعنی چی؟ من شاه این کشورم، من باید دستور بدم. به جای اینکه این کارو بکنه، دستور میده که هر چهار یهودی رو زنده زنده جلوی سگ‌های وحشی و خونخوار بندازن. اصلا مثل که این اعلی حضرت شاه عباس دوم از زنده زنده مردن مردم لذت می‌برده، برای اینکه یک گروه چیگیان هم داشته به نام زنده خوار که با هر کی که می‌خواست خیلی بد جوری بمیره اون رو مینداخت جلوی 10-20 آدمه که تخصصشون زنده خوردن بوده و اونا زنده زنده طرف رو، گوشت تنش و بازوش و شکمش و گردنش و همه جا رو گاز میگرفتن میکندن میخوردن. اینا اصلا جز بیماری چیز دیگه نمیشه بهش گفت. خب یه نفر گناهکاره، حالا به نظر تو گناهکاره، شاید هم گناهکار نباشه ولی به نظر تو گناهکاره، خب دستور کشتنش رو میدی. این چه طرز کشتنه؟ زجر داره. 4 آدم بیگناهی که نه آدم کشتن، نه مال کسی رو دزدیدن، نه امنیت مملکت رو به هم زدن، فقط دگرندی شدن. آخونده هم اینا رو محکوم به مرگ کردن در دادگاه دینی. تو هم عرضه نداری جلوی اون حکم بایستی؟ خیلی خب، دستور کشتن معمولی بده. جلوی سگ چرا میندازی؟ سگ درنده؟ نه یکی دوتا، 4-5 تا سگ درنده. بعد اعلی حضرت به قول معروف یه استینافی این وسط دیدن که هر یک از این 4 یهودی که از دینش برگرده و در همینجا ابراز مسلمانی بکنه و اشهد خودش رو بگه بخشیده میشه. 3 نفر از این 4 تن یهودی ابراز مسلمان شدن میکنه. خب جان دیگه، حالا اون دینی که با این فورس ماژور و با این تهدید یکی بپذیره دیگه تکلیفش معلومه. بعد ولی 4 رومی که در تاریخ به نام ملا عبا، آقای تاورنیم به نام ملا عبا نوشته، دلاواله، ببخشید، دلاواله ایتالیایی به نام ملا عبا نوشته، اون گفته نه من یهودیم و یهودیم میمونم. بعد شاه عباس میگه بندازنش جلو سگا و میندازنش سگا میدرنش. پیترو دلاواله در بخش دیگر از کتابش می نویسه در زمان شاه عباس 15,000 یهودی با سختی در سپاهان زندگی می کردن و با اینکه شاه علاقه فراوانی به داد و ستدهای اروپایی داشت که اقتصاد رو رونقی بده، اما یهودیان که استعداد اقتصادی و بازرگانیشان بر هیچ کش پوشیده نیست این موقعیت و توجه رو نداشتن و از این موقعیت سودی نبردن و در تیره ترین روزهای تاریخ زندگی میکرد. حالا من یه نمونه میارم، من گویا وقت دارم هنوز، نمونه میارم از شاه دیگر ایران به نام نادرشاه. شما ببینید نادرشاه هم آدم بیسوادی بود، در حالی که شاه عباس بیسواد نبود، بچه شاه بوده، بهش درس دادن همه چی، اون شعور رو نداشت و نادرشاه این شعور فطری رو داشت. نادرشاه یه سکولاریست فطری بود،
و جلوی ترکتازی ها و زورگویی ها و ستم های ملاها رو درباره دگراندیشان مذهبی گرفت. و چون آدم یعنی پادشاه قلدری بود، پادشاه نیرومندی بود، این بود که حرفش واقعا مثل چیزی که رو سنگ بکنن و رو آهن بکنن پاک نشدنی بود. یه روز دستور داد، گفت کشیش ها، کشیش ها یعنی ملاهای ترسا و مسیحی، و هاخام ها یعنی ملاهای یهودیان، و موبدان یعنی ملاهای زرتشتیان، و خود آخوندها که ملاهای مسلمان ها هستن، اینا بزرگترینشون بیان پلو من. چهار نفر اومد، هر کدوم نماینده دینی. گفت تا 10 روز به شما وقت میدم، هر کدوم شما اصول و محتوا و دکترینتون رو، ترجمه کتاب آسمانیتون رو به زبان فارسی برای من بیارید. در مدت 10 روز این آخوندها این کار کرد، یعنی همه کشیشا و حاخامها و موبدان و آخوندها کردن این کار، و آوردن دادن به نادرشا. نادرشا گفت برید 10 روز دیگه فلان روز بیایید اینجا پلوی من دوباره، سر 10 روز بیاید. اینا رفتن، بعد نادرشا میشینه و با متفکران همراه خودش، چون خودش که 20 آدم سوادداری نبود، ولی گفتم سکولاریست فطری بود، آزاداندیش بود در زمینه مذهب، میرزا مهدی خان استرابادی رو آورد، معیرالممالک رو آورد، 4-5 تا از سرداران با سوادش رو آورد، و نشستن اینا رو قشنگ بررسی کردن، این 4 کتاب آسمانی رو. بعد سر 10 روز اینا میان، نادر بهشون میگه من تو این 10 روز هر چی تو این کتابا گشتم، میبینم همه شماها یه چیزی میگید، همه تو یه چیزی میگید، پس چرا اینقدر تو سرکول هم میزنی؟ بعد روشو میکنه به آخونده، میگه این رو که میگم به تو بیشتر روم به تو هست و به بقیه، شما دلتون برای دینتون نمیسوزه، دلتون برای خودتون میسوزه، دین رو سپر کردید، دستاویز کردید، تا در یک در هر کشور هم که گروه احمق زیاده، شما اون گروه احمق رو به زیر فرمان خودتون کشیدید و ازشون سوء استفاده میکنید. بعد روشو میکنه به میگه حالا نظر من دقیقا به شما هاست، به آخوندها میگه، میگه اینقدر به دیگر کیش ها زور نگویید، اونها هم مردم ایران هستن، حق زندگی کردن در این آب و خاک رو دارن، من در ارتش خودم یهودی، مسیحی، سنی، شیعه و زرتشتی دارم و همشون جنگندگان خوبی هستند. پس این حق زندگی کردن رو باید به اونها بدهیم، و من خبر دارم که شما اهل دین، اهل قرآن، به متعصبان و فرصت طلبان نادان دستور حمله به پیروان کیشهای دیگر را میدهید. من در اینجا به روشنی به شما میگویم که اگر در این زمینه هر موردی به من گزارش بشه، با بدترین شیوه کسانی رو که امنیت مردم رو، امنیت دین اونها رو سلب کردن، رفتار خواهم کرد، و میدانید که سخن من دوتا نمیشه. در یک کتاب دیگری من خوندم که نادرشاه در سال 1734 ترسایی، یعنی 1113 خورشیدی، دستور میده برای نخستین بار 40 خانوار یهودی به مشهد کوچ داده بشه. وقتی که نزدیکانش ازش علت رو پرسیدن، گفت هدف من تبدیل مشهد به یک مرکز بازرگانی است و باید در این زمینه از استعداد یهودیان سود ببرم. توجه نادر به کیشهای یهود و ترسا موجب حسد آخوندها و ملاهان شیعه شد، و گروه اوباش و متعصب و نادان که زیر فرمان اونها به کار یعنی
سرگرم بودند و حرف آنها را گوش میکردند، از نادر دلخوشی نداشتم. اما تا نادر زنده بود جرأت و یارای مخالفت با این پادشاه مقتدر رو داشتم. من گمان میکنم آقای وارتان وقت من تمام شده، بنابراین با سپاس از خود شما آقای وارتان که در اتاق فرمان همکاری کردین و با سپاس فراوان از هممیهنان ارجمندی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادن، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر بدرود، روز و روزگار بر شما خوش باد و پاینده ایران.